سلام، گفتم در حالی که دارم فیلم برای ریاضی میسازم یه نکته‌ای به نظرم اومد که در دوره تدریسم اگر رعایت میکردم، که البته این نیاز داشت همراهی کنم مدیران و کسانی که در اون مجموعه بودن، اینه: ما وقتی یه بچه شلوغ میکنه اسمش رو صدا میزنیم حسین حرف نزن، علی موبایل تو بذار تو گیفت. الان میگه موبایل اونجا مدرسه بالا شهر هر کاری که دوست داشتن میکردن. این به دلیل این بودی که مدیر میگفت پول دادن، البته مدیر که خودش نگفت، این نمیذاشتن اصلا باش مدیر حرف بزنیم، معاون آموزش اینا. البته آدم باید جسارت داشته باشه و نداشتن جسارت دلیل این هستش آدم یه مقداری ترس داره نکنه منو بندازن بیرون. ولی وقتی انسان بگه فقط و فقط یه چیزی مهمه، حرف درست رو بزنی، کار درست رو انجام بدی، توکل کنی به خدا. غرض این که اگر یک بچه سر کلاس شلوغ بکنه، اگر من برگردم یه بار دوبار بیرون توی خونه، اگر برادر خواهر اذیت میکنن، دست به وسایل میزنن، وسایل رو مرتب نمیکنن، سر و صدا میکنن، اذیت میکنن دیگه، میگیم یا کمک نمیکنن، میگیم این کارو بکن. یه بار دوبار یه اخمی آدم میکنه، پدر هستی، مادر هستی. حالا من برای اولین بار در کل این دوره معلمیم که از سال 86 87 اینا شروع کردم تدریس خصوصی به صورت رسمی رو، یعنی خارج از این که حالا قبلا گهگداری انجام میدادم برای همسایه و دوست آشنام، اما اینو میخوام بگم اگر برگردم به این معلمی حتما این رو رعایت میکنم. دانش آموزی سر کلاس شلوغ کنه، سر تدریس خصوصی گوش نده، آدم یه بار میگه، دوبار میگه. این تکرار کردن یعنی توجه. و ایرانی هم که میدونیم اونجوری که آمار میگن 78% نیازمند محبتن. ببخشید اینو میگم، خب یه خورده خودتون درونتون بجوشه، انقدر گدای محبت نباشید، انقدر بدبخت محبت نباشید. اینو به خودم اول میگم، هیچ محبتی بالاتر از محبت خدا نیست. وقتی آدم محکم باشه حرفشو بزنه، نترس، دیگران هم حسابش میکنن. حالا شما برای یه بچه سر کلاس انقدر انرژی خرج میکنی، برای اون شاگرد زرنگ خرج نمیکنی. اینو من به معلم ها میگم، مادر و پدر همین. برای اولین بار میخوام اینو بگم، اگر بچه هستی که بچه درس خونی هستی، بچه مؤدبی هستی مثل من و قدرتو نمیدونن تو خونه، حالا مثلا انتقاد میکنی از وضعیت سیاسی، میگن این چه کاری میکنی، آبروی ما رفت، نمیدونم فلان، شما محکم باش اگر کارتو قبول داری. خودشون بر میگردن، برم نگشتن مهم نیست، تو باشون اخم و تخم نکن، متعادل رفتار کن. امیدوارم که پیام اصلی رو گرفته باشید. تو این دنیا قوی شو رو اگر که راحت جهان طلبی برای آدمای خوبه، اونایی که حالا دارن خوشونت به خرج میدن که قوی نیستن، که ضعیفن ظاهرا. کسی که قویم ممکنه مثلا بدرفتاری کنه، مثلا یه پلیس در یه کشور دموکراتیک مثل آمریکا، انگلیس، اینا حق دارن در مورد مجرما، اما یه جایی باشه که عدالت باشه. اما در جایی مثل ولش کنیم، این حرف رو قرار شد پیام ندیم، من میخوام اینو بگم به شما، اگر محکم عمل کنید حسابتون میکنن، وگرنه یه آدم شلووله ولا تهینو ولا تحزن و انتم الاعلون مال کجاست؟ مال همینه دیگه. ثبت اقدامنا برای چیه؟
یعنی که من سرمو بندازم پایین، شما هم درست میگی حاج آقا، آره ضعفایی هم هست بسیجی عزیز. اون روزی هم که من جواب شاگردم رو دادم به شما بگم، حرفایی زدم که خودش میدونه چقدر درسته. گفتم این پولی که داره میگیرید، این کارهایی که میکنید، این اعتقاداتون چقدر نادرسته، من قبول ندارم. میخوام به شما بگم حرفو بزنید متناسب، خودتون بار گناه کسی رو مطمئن باشید به دوش شما نمیدادن. اینو خواستم بگم که دستتون باشه. ریاضی به چه درد میخوره؟ ریاضی به شما یاد میده این جزئیات رو چجوری ازش یا نتیجه گیری کلی کنی. این یک کمک میکنه که مشکلاتتون رو حل کنید، اولویت بندی کنید، صورت بندی کنید، یه نظمی به فکرتون به زندگیتون میده. اگر کسی ریاضی رو بلد هست و قصه داره اونو نیورده به کار ببیاره. بعضی هم هستن میگید ریاضی بلد نیستم، آقای رضایی خیلی خوشحال داره زندگی میکنم، اون منطق ریاضی و استعداد ریاضی رو داره. اونایی که دارن پول پارو میکنن نه، البته اونا هم یه دانشی دارن ریاضی، رفتن تو اون قسمت، اونا اصلا ارزش نداره. میخوام به شما بگم درباره کسایی که واقعا خوشحالن. آخه یه نفر به من گفته بود آقای رضایی چیکار کنیم که توی دنیا قرآن دست ما رو بگیره و پول به دست بیاریم؟ گفتم اگه میخوای دنیا رو داشته باشی که اصلا اساس قرآن زیر سوال بردن دنیا، زندگی دنیا لهو و لعب میدونه، تو چجوری میخوای من اینو بدونم؟ بنابراین ریاضی برای آدم مؤمن برای سازگار شدنش و جوری هستش که بتونه از این وضعیتی که شرم شوربا هست، حق و باطل، حلال و حرام، اینا رو بتونه تفکیک کنه. بار گناه هیچ کس به دوش شما نمیریزن. خیالتون راحت، زندگیتون رو بکنید تخت. هیچ کس هم نداشته باشید تخت باشه خیالتون، گرفتنتونم خیالتون تخت باشه، توهینم کردن خیالتون تخت باشه، خودشون میدونن کجا. شما مطمئن باشید از جاتون، خدا بعد جور هواتون داره، شدیدن عاشقتونه، قربانشون.